یه فرصت کوتاهی داشتم گپی با نوید جان بزنم، نوید محمدزاده. نوید به گردن من یکی خیلی حق داره. یادتون یک سال پیش یا کمتر من از امریکا که آمدم به خاطر که دستم زیر تنم جلوی کامپیوتر خواب رفته بودم، این دکتر بروخیم عزیزم چه کرد اونجا برای که من بتونم، واقعا خیلی بد بود، ولی نوید درستم کرد. این دستا مثل که معجزه است، انرژی داره که درست. بعد میرم پیشش میبینم چه مریضایی داره، چه آدم 90 سالش میاد روبراش میکنه. درود میفرستم به نوید محمدزاده و خوشحالم که با هم هستیم. درود بر شما دکتر نورزاده گرامی، خیلی ممنون و لطف دارید شما. من فکر میکنم شما به گردن همه ماها حق دارید و به گردن همه هموطنان ایرانی با این برنامه‌ای که در این 50 خورده ای سال، شاید 40 سال برای وطن تهیه کردید. من در خدمتتون. نوید عزیزم، یه روز با من داشتی حرف میزدی، یه توصیه هایی کردی، من دلم میخواد مردم ایران گوش بدن. تا 50 سالشون میشه نگم ما پیر شدیم دیگه، هیچی تموم شد. بگو براشون، بگو چه چیزایی در زندگیشون ضروریه برای اینکه جوان بمانند، برای اینکه حرکت کنن، برای اینکه احساس شکستگی و پیری نکنن. سپاس از شما و ممنون بابت این فرصتی که در اختیارم گذاشتین. دقیقاً به نکته خیلی خوب اشاره کردین دکتر نورزاده. متاسفانه مردم ما در مقایسه با استانداردهای روز دنیا کمترین تحرک و فعالیت‌های ورزشی دارن و بعضاً هم به خاطر فعالیت‌های زیاد فیزیکی دچار آسیب میشن. اینکه ما بتونیم چجوری دقیقاً اندازه درست ورزش و فعالیت فیزیکی را تعیین بکنیم، خب به یک سری آگاهی‌ها نیاز داریم. بدن ما برای اینکه سالم و تندرست باشه تا آخرین روزی که زنده این فرق نمی‌کنه 50 یا 120، به 5 تا فاکتور نیاز داره. یکی دامنه حرکتی کافی که تمام مفاصل در تمام جهت‌ها به اندازه خوب دامنه حرکتی داشته باشن. بر فرض افراد مسن، حالا مسن نه 50 به بالا 40 به بالا من دیدم، ازشون بخوایم گوش رو به طرف چپ و راست بیارن، یهو میبینی خیلی نمیتونن و این میتونه مشکلات خیلی زیادی ایجاد بکنه. یا مچ پاشون حرکت نداره، زانوشون حرکت نداره. این حرکت گردش هر داریم دامنه حرکتیه که همه ما باید تمام مفاصل ما به تمام جهات حرکت کافی داشته باشیم که بتونیم یک یادروی ساده رو داشته باشیم. فاکتور بعدی که خیلی مهمه باید به توجه بکنیم، اونو خاصیت فلکسیبیلیتی یا منقبض منبسط شدن عضلاتی که عضلات وقتی بیمار میشن، ضعیف میشن یا ضعیف میشن به شدت نمیتونن منقبض منبسط بشن و یا کوتاه و خشک و کوفته میشن نمیتونن منقبض منبسط بشن. و از این طرف هم باز مردم زیادی دچار آسیب و ناراحتی مختلف میشن که بایستی توجه بهش بشه. فاکتور بعدی قدرته. بدن همه ماها بایستی یه قدرت کافی داشته باشه، مایچوهامون، تاندونامون، لیگامنتامون، که هر فرد میخوایم وارد تاکسی بشیم یا از ماشین پیاده بشیم یا اتوبوس سوار شیم یا دو تا پله بریم بالا پایین یا یک خرید کوچولی دو کیلویی کردیم 100 متر میخوایم بریم تا دم خونه، به این شونه ما آسیب وارد نشه. پس قدرت یا همون استقامت بافت این فاکتور بعدیه. فاکتور بعدی که شبیه قدرت بهش میگن ثبات. ثبات توسط لیگامنت ها، کارتیله یا قضروف یا تاندون های دور هر مفصل به مفصل داده میشه که بافت بتونه ثبات داشته باشه. برفرض خم میشیم یه مداد برداریم، کمرمون از اون دیسکش پاره نشه. و فاکتور بعدی هم استامینو یا اینجراز میگن که استقامت بدن به طور کلی برفرد بتونیم یه رو پیاده بریم یا دو طبقه پله میریم بالا میایم پایین، نفس نیفتیم. اینه که در کشور ما متاسفانه همینه که شما در قسمت اول یه مثلا شو بنده نسام گوش بدم به خوبی اشاره کردین در سایر برنامه هم، به خاطر عدم مدیریت درست در کشور ما که همش به قرآن و مسائل مختلف دینی و آقای شهید رئیسی و غیره میپردازن، هیچ وقت کسی نیومده 4 تا اطلاعات درست به هموطنان ما بده. یا در نظام سلامت ما وزارت بهداشت هیچ وقت نیومده 100 تا متخصص اکسپرت در رشته‌های مختلف سلامت بیاره بگه بابا مشکلات مردم چی هن، یا 100 تا در واقع انجیو های بیماران بیاره بگه اونایی که پارکینسون دارین مشکلاتون چیه، اونی که قطعی نخواه دارین چه مشکلات دارین،
حتی این رژیم اینقدر به فساد و غیره غرق شده که همون جانبازان جنگ هم که برای وطن و این درسته. حکومت جانشون دادن متاسفانه همه رنج میبرن به خاطر عدم مدیریت درست. نوید جان، یه نکته که به نظر من خیلی مهمه، توجه مردم در داخل کشور به شماست. یعنی من خب مرتب پیام میگیرم، تماس دارم، میبینم چقدر این ارتباط الان قوی شده، مستحکم شده، چقدر مراجعه داری از داخل. خوشبختانه این برنامه زنگ سلامت که به همت تلویزیون شما شروع شد و الان 10 سال ما داریم هر هفته، یکی از بهترین برنامه ها شده. شاید همین امروز من 10-15 تا پیام از جاهای مختلف دریافت شده که فرصت نمی کنم که برسم. میگن 10 بیماری داشتن و یا یک بیماری یا 2 تا یا مشکلات مختلف با تمرینی که ما ارائه دادیم خوب شده. اینی که خودم در جریان تلویزیون در جریان، اینقدر این برنامه تاثیرات خوبی داشته و من تاسفم از اینه که بالاخره تعداد کمی ستالت میبینن. چرا 4 تا برنامه مشابه در داخل کشور نداشته باشیم؟ 4 تا روزنامه داخل کشور به این مسئله فشار نکنن. حتی همون پیاده روی که من اگه اجازه بدین 1-2 دقیقه در رابطه این کمپین 10,000 قدم در روز اشاره بکنم، متاسفانه پیاده روی رو هم در کشور ما از مردم گرفته شده. حالا مقصرش فقط رژیم نیست، تکنولوژی بوده، تنبلی فرهنگی ما بوده. اینه که ما سومین ساله که به خاطر همون رابطه‌ای که با داخل برقرار شده خوشبختانه توسط این برنامه تونستیم یک کاردار 10,000 قدم در روز از اول خرداد تا آخر خرداد را بندازیم که هممون در حد توان، کسایی که مشکل دارن 5 دقیقه، کسانی که یکم بهترن نیم ساعت، اونی که میتونه 2 ساعت و نیم یا 10,000 قدم در روز راه میره. و خود همین شده یه فرهنگسازی بزرگ در کشور ما که امیدوارم همکاران روزنامه نگار و تلویزیون‌های دیگه و سایر متخصصین کادر درمان اینو حمایت بکنن که در کشور ما جناب دکتر میرزاد مردم و همه بیمار شدن، هیچ کسی هیچ سیاست مداری در مسئله قرارداد ما. ولی خیلی جالبه نوید، تو باعث میشی عادات آدما عوض بشه. آدمی مثل من پشت ماشین، پشت ماشین، ولی تو وادار میکنی برای سلامت خودم نه برای شما که من برم راه برم و اون حرکاتی رو که به من یاد دادی انجام بدم. خیلی هم حرکات ساده ایه، دستتو بذار با دیوار، نوک پا برو بالا و بیا پایین. یعنی انقدر نوید کاراش شیرینه. بعد این دستانی که پروردگار عاشق به او داده هر بار به شانه آدم میخوره این بدن حرارت میگیره. من واقعا ازت سپاسگزارم. شما و بانوی گرامی، نویسنده ارزشمند بانو ایران، و این برای من خیلی فرصت دلپذیری است که همکار من آنقدر به سلامتی انسانها اهمیت میده که شب و روز داره میانجامه. اخیرا هم یه جایزه بهش دادن، خیلی با ارزش بود. اون جایزه رو هم بگو، دلم میخواد مردم بشنون. خیلی متشکرم جناب دکتر میرزا. فقط یه نکته در رابطه اون عادت که اشاره کردیم من بگم. من همین الان یک کتاب هست به اسم تاوسن برین، مغزهای که رابطه نوروساینس و همین تکنولوژی جدید هوش مصنوعی رو داره توضیح میده. ببینید، ما وقتی کاری رو انجام نمیدیم به انجام ندادنش عادت میکنیم، وقتی کار رو انجام میدیم به انجام دادنش مغز، البته فقط عادت ظاهری نیست، مغزم بهش عادت میکنه. و این جالبه که اون بافت ها شما از شما میخواین که فردا پیاده روی بکنید. کافیه شما یه 5-6 روز همت بکنید، یه 10 دقیقه یه رو پیاده برین، دیگه اون عادت میشه. من ممنونم. خوشبختانه ارائه استانداردهای ما فقط با شعار و حرف و این برنامه تلویزیون نبوده. اینقدر افرادی که به مطب روز کلینیک مراجعه میکنن خوشحالن و این لطف دارن که جای شکر داره. ولی این کارهایی که ما در انگلیس انجام میدیم بر مبنای تحقیقات وارد یک دیتا خیلی بزرگی توسط دانشگاه برایتون میشه که در اونجا با طور تحقیقاتی این تکنیک ها و درمان هایی که ما فیزیوتراپی یوکی انجام میدیم و اندازه گیری میکنن و بررسی میکنن. و خوشبختانه از این طریق ما تونستیم مطب روز کلینیک و خود من برای 2 سال این جایزه
وارد یکی از بهترین یا نمونه فیزیوتراپیست نمونه یوکی رو دریافت کنیم که جاسی باعث افتخاره. من اینجا دارم اگه یه دقیقه به دارم نشون بده. بسیار عالی، بسیار عالی، به همه یه دل به تبریک میگم. و این نوید جان عزیز و ایران بانو سه فرزند دارن. دختر عزیز بزرگش در دانشگاه آکسفورد رشته زبان و ادبیات انگلیسی میخونه، دومی هم داره وارد دانشگاه میشه، و سومی پسر نازنینش که او هم بزرگ. ممنونم ازت، خانواده عزیزی داری مورد احترام همه ما. درود به میفرستم. ممنونم، حیف که وقتمون کوتاه بود، ولی باز هر از گاهی با هم گپ خواهیم زد. ممنونم نوید محمدزاده عزیزم.